بعد از کاری که با این مرده کردن این یارو بعد رو بالا نگه داره وگرنه که ریغ رحمت رو سر میکشه اسم این یارو چو هستش اون از سختش بلند میشه مثل اینکه زیاد حالش خوب نیستش اون از اتاق خواب خارج میشه و میبینه که یه سیدی که روش نوشته دهن تو سرویس کنار تلویزیون البته این دهن تو سرویس رو خیلی بدتر نوشته و من یه کمی درستش کردم طرفم کنجکاپ میشه و سیدی رو میندازه داخل دستگاه اون میبینه که یه مرد به اسم ریکی براش توضیح میده که یه مواد بهش تزریق کرده به خاطر اینکه چف دانکیم رو کشته و حالا بعد از یه ساعت چف هم قراره بمیره بعد از اون صحنه عوض میشه و صورت چو رو میبینیم اینکه جانی سینز خودمونه <laughs> نه چیز جمشید هاشم پوره چه و دیدن ویدیو عصبانی میشه و مستقیم میره سوار ماشین میشه همزمان با رانندگی چو به دوست دخترش ایو زنگ میزنه ولی کسی بر نمی بعدش به مطب دکتر زنگ میزنه و منشی میگه که فعلا دکتر تا دسته سر شلوغه ها یعنی تا دسته آره دیگه خب شد حالا آه نکشید منشیه چف هم منشی میگه تا به دکتر بگه چف حالش خیلی بد و داره میمیره بعد از پیغام گذاشتن برای دکتر چف داره رانندگی میکنه که کم کم چشماش سیاهی میره ولی سرعتش رو زیاد میکنه و حالش بهتر میشه کمی بعد چف به یه یاروی به اسم کیلو زنگ میزنه و بهش میگه که ریکی دیشب اومده توی خونش و یه سم بهش تزریق کرده حالا هم چف داره میره سراغ ریکی تا حسابش رو باهاش تصفیه کنه برای حرف آخرم به کیلو میگه که دنبال ریکی بگرده بعد از اون چف میرسه به یک کلاب و یکی از آدمایی که میشناسه رو با اسلحه میکشونه به طرف دستشویی و ازش میخواد تا آدرس ریکی رو بهش بده طرفم میگه خودم هم از طرف طلب دارم اگه پیداش کردی به منم بگو منم بیام دنبالش چف بیخیال میشه و دوباره چشماش سیاهی میره بعد از اون به طرف پول میده و ازش شکر میخره اون تمام شکرها رو با دماغش میخوره فقط عجیب این یارو به هر حال دوباره حالا چف خوب میشه و با ماشین از اونجا میره توی راه پلیسا به خاطر سرعت زیاد میفتن دنبالش رو همزمان ریکی بهش زنگ میزنه و بهش میگه که چرا تو هنوز نمردی دایوس چف میگه دارم میام سر وقتت که حالتو تو اساسی جا بیارم ریکی هم میگه کارلی تو الان هم دست منه و تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی بعد از اون چف به دکتر مایل زنگ میزنه و بهش میگه که مسموم شده و داره میمیره دکتر میگه که مسمومیتت از یه نوع دارو هستش که اگر که آدرنالین بدنت کم بشه میکشدت در نتیجه همیشه حال حرکت باشی در همین حال چف و ماشین میره داخل یه مرکز خرید و تصادف میکنه دکتر هم بهش میگه که یه ساعت دیگه میبیندش چف و از ماشین پیاده میشه و شروع به دویدن میکنه تا میرسه به تاکسی بعد از اون مسافر تاکسی رو مثل جی تی ای میندازه بیرون و خودش سوار میشه بعد از چند دقیقه دوباره چشمای چف سیاهی میره و راننده میگه تا موزیک رو زیاد کنه بعدش هم شروع میکنه به زدن تا آدرنالینش نیاد پایین بعد از رسیدن به سوپرمارکت چو راننده میگه که منتظرش باشه اون میره داخل یه عالم انرژیزا میدوزه در همین حال چف به ایو زنگ میزنه ولی ایو بازم جواب نمیده چف هم یه شاخه گل براش میدزده و برمیگرده به تاکسی یادتون باشه یه جنتلمن حتی موقع مرگش هم برای عشقش گل میخره یا حداقل میدوز زدش به طرز پشمی رانده راننده تاکسی فرار نکرده و چف بهش میگه بره به سمت بورلی هیلز چند دقیقه بعد چف میرسه به خونه کارلیتو که پر از نگهبان و با کارلیتو فیس تو فیس فیست میشه چف به کارلیتو میگه که پادزهر سم رو به هم بده ولی کارلیتو میگه پادزهری وجود نداره و همین الانش هم چف بعد مرده می بود با این حال چف ازش میخواد که بهش کمک کنه و کارلیتو میگه که کشتن دانکین برای اون هم خیلی ضرر داشته و نمیتونه بهش کمک کنه چف هم از اونجا میره و به دکتر زنگ میزنه دکتر میگه حضوری نمیتونه ببینه ولی میتونه پشت گوشی بهش کمک کنه اون بهش میگه که انرژیزا بهت کمکی نمیکنه و باید بری به بیمارستان و اونجا بهت اپنافرین تزریق کنن ولی فقط یک پنجم از کل دارو رو چه به نظر نمیرسه که قسمت آخر رو درست متوجه شده باشه ولی به هر حال گوشی رو قطع میکنه و میره سراغ کیلو کیلو بهش میگه که ریکی رو پیدا نکرده ولی برادرش رو دیده که رفته داخل یه رستوران چه هم میره داخل رستوران از یارو قایم میشه طرف متوجهش میشه ولی وقتی که از رستوران خارج میشه چف با یه قمه دستش رو میبره و ازش میپرسه که ریکی کجاست ولی طرف چیزی نمیگه و با هم دیگه درگیر میشن کیلو از راه میرسه تا به چف کمک کنه و سر آخر چف داداش ریکی رو میکشه و بعد از برداشتن گوشیش به ریکی زنگ میزنه ریکی گوشی رو برمیداره و چف بهش میگه که برادرتو کشتم و گردن بندشان برداشتم از قرار معلوم اون گردن بند یه نشان خانوادگی خیلی با و حالا ریکی میوفه به دنبال چف تا گردن بندو پس بگیره بعد از اینکه چف گوشی رو قطع میکنه میره به داخل داروخونه و اپنافرین میخواد پرستار هم میگه که نمیتونه بدون تجویز اون دارو رو بهش بده یه نفر اون وسط به چف میگه که این اسپریایی که جلوت هستن داخلشون اپنافرین هستش چف هم اسپریا رو برمیداره و همه رو مصرف میکنه بعدش وارد بیمارستان میشه و پلیسا بهش مشکوک میشن چف هم یه لباس بیمارستان میپوشه و با تهدید کردن یکی از دکتر رو ازش اپنافرین میگیره و هرچی هست رو تزریق میکنه بعدش فکر میکنه با خودش میگه دکتر گفت چقدر تزریق میکردم بعد از خارج شدن از بیمارستان چف مثل خری که بهش تریاک دادن شروع به دویدن میکنه و به دکتر زنگ میزنه دکترم بهش میگه که معلوم بود که اشتباه کردی و کل دارو رو به خودت تزریق کردی بعدش هم بهش میگه خدا رحمتت کنه و گوشی رو قطع میکنه البته قبل از اینکه قطع کنه بهش میگه رفتی اون دنیا چند تا از این حوریا هم سوا کن جدا کن برای ما هم بفرز. به هر حال چه به دویدن ادامه میده و خودش رو توی تلویزیون میبینه که تحت تعقیبه اون موتور یه پلیس رو میدزده و میزنه به چاک خدا وکیلی چه فکر میکنه توی GTA گیر کرده و اصلا صاف همه کارهایی که میکنه انگار داره جی بازی میکنه همینطور که روی موتوره به ایو زنگ میزنه ایف هم بالاخره گوشی رو بر میداره میگه که خواب بوده چه بهش میگه که مسموم شده و داره میمیره یه قاتل روانی هم هستش که دنبالم هستش ایو میپرسه خب حالا میگه چیکار کنم چف میگه برنج خیس کن دارم میام که با هم دیگه بزنیم بر بدن ایو هم میگه باشه فقط یادت نره که تو را نون بخری بعد از چند دقیقه چف میرسه پیش ایو بهش میگه بعد از اینجا بریم بعدش میبینه که اثر اپنافرین داره از بین میره و با ایو میرم به یه رستوران چینی توی رستوران چف باقی مونده اسپری رو مصرف میکنه و به ایو میگه که دروغ گفتم که شغلم جوشکاری هستش در واقع من یه آدمکش حرفه ای هستم ولی بله بعد از اینکه دیشب میخواستم یه رئیس مافیا به اسم دانکین رو بکشم یه چیزی توی وجودم جلوم رو گرفت در نتیجه من جون اون طرف رو بخشیدم و بهش گفتم که برای مدتی گم و گور بشو و بعد از اونم از کارم استعفا دادم این کاراشم فقط و فقط به خاطر ایو بوده باور با کنید ایو هم که با شنیدن این حرفا فکر میکنه که چف از موتوری جنس گرفته از رستوران میزنه بیرون این وسط دوباره چشمای چف سیاهی میره در نتیجه توی خیابون مجبور میشه که با ایف بره توی کار مردم هم جمع میشن و تشویقشون میکنن بعد از این قضیه کیلو به چف زنگ میزنه و میکی ریکی رو پیدا کرده چف هم سریعا سوار تاکسی میشه و میره به آدرسی که کیلو بهش گفته توی تاکسی حال چف بد میشه راننده فکر میکنه که چف معتاده در نتیجه جنس مرغوب میده بهش ها چف هم همه رو میندازه بالا و بعد از چند دقیقه شروع میکنه به رقصیدن داخل تاکسی اونا میرسن به مقصدشون چف از تاکسی پیاده میشه ولی دیگه خیلی دیر شده و اونا کیلو رو گرفتن چف هم وارد ساختمون میشه و ازشون پرسه که ریکی کجاست ولی طرف به چف میگه که ریکی اصلا ربطی به این قضايا نداره چون که کارلیتو کسیه که میخواد چف بمیره چف هم که روی صد جور مواد مختلف حرفش رو باور نمیکنه شروع میکنه به شلیک کردن حالا حد بزنید کی پیداش میشه ایو شف هم گلوله میخوره ولی با این حال دست ایو رو میگیره و با هم دیگه فرار میکنن بعد از اون با هزار بدبختی یه ماشین پیدا میکنن و از دست آدمای ریکی فرار میکنن توی ماشین ایو با دیدن اون همه کشت و کشتار حرفای چو رو باور میکنه و ازش میپرسه که حالا چطوری زنده میمونه چو هم توضیح میده که همیشه باید زربان قلبم رو بالا نگه دارم اگه تو اون جلو باشی برای من اون باسن تو برخسونی ضربان بالا میمونه همین کارو تا ابد برام انجام بده در نتیجه ایف دست به کار میشه و یه حال حسابی به چف میده وسط این بلبشو آدمای ریکی با ماشین دنبالشونن چف از ماشین پیاده میشه و بعد از کشتن همشون دوباره سوار ماشین میشه و میره بعد از چند دقیقه رانندگی دکتر بهشون زنگ میزنه و میه که رسیده به مطبش و حالا میتونن بیان پیشش خسته نباشی آقای دکتر چف میره به مطب دکتر و براش داروی مورد نیاز رو تزریق میکنه براش هم زخماشو روش پانسمان میکنه و بهش میگه که با این دارو نمیتونی که زیاد زنده بمونی که یه ساعت برام کافی هستش حالا که شف سر حال اومده به ریکی زنگ میزنه و میگه در ازای پادزه گردم من رو بهت میدم ریکی هم قبول میکنه با هم دیگه قرار میذارن بعد از اون چف وای کت و شلوار میره به دستشوی محل ملاقاتشون و انسولینی که دکتر بهش داده رو تزریق میکنن چف وارد آسانسور میشه و به محض رسیدن به طبقه محل قرار آدمایی ریکی اسلحه رو میگیرن و میبرنش به بالکن تا ریکی و کارلیتو رو ببینه بعد از بحث و صحبت هر دو طرف برای معامله راضی میشن و کارلیتوی سورنگ دیگه از اون سم برمی و میخواد به چف تزریق کنه که توی لحظه آخر آدمای دان کیم از راه میرسن و تیراندازی شروع میشه. از اون طرف فوری وارد ساختمان میشن و ریکی و کارلیتو پا به فرار میذارن. چیف هم تعقیبشون میکنه و میرسه به هلیکوپتر که اومده تا ریکی و کارلیتو رو نجات بده. کاملا غیر منتظره ریکی میزنه و کارلیتو رو میکشه و به هلیکوپتر میگه تا پرواز کنن. ولی لحظه آخر چه از راه میرسه و سوار هلیکوپتر میشه. سر آخر این دو نفر تو هلیکوپتر دست به یقه میشن و جفتشون از هلیکوپتر میافتن پایین. توی هوا هستن که به ریکی چاقو میزنه. خودش هم به ایو زنگ میزنه و روی پیغامگیری پیام عاشقانه براش میفرسته یاد بگیرین آقا این یه جنتلمن واقعی ها یعنی تا ده سنه دیگه قرار بمیره ولی با این حال به فکر دوست دخترشه بعدشم میرسه به زمین و با آسفالت یکی میشه از قدیم گفتن آدم های با همیشه لایک میذارن و کامنت میکنن و حتی سابسکرایب هم میزنن دمتون گرم خیلی دوستتون دارم تا ویدیو بعدی بای, بای.